باشیم. باید بسازیم با هم دیگه چاره نداریم، شاید تو دل هم گل شادی رو بکاریم. باید بمونه خنده رو لبهای من و تو، تا تازه بشه امروز و فردای من و تو. خدا لعنت کنه اونی که کلاه ما رو برداشت، تو دلامون جای شادی بذره غم و غصه رو کاشت. وقتی غصه داری فایده ای نداره بیقراری، باید آروم باشی تا که پیدا بشه راه فراری. روزگار تو سیاه میکنم، فکر کردی خیلی زرنگی؟ خبر نداری، من از تو خیلی زرنگترم. دو سال و نیم صبر کردم صدامم در نیومد، همیشه زیر نظرت داشتم، آب میخوردی خبر داشتم. فکر نمیکردی اینجوری گیر بیفتی، نه؟ دیدی بالاخره لو رفتی. ببخشید خانم، من میتونم یه سوال بکنم؟ نه خیر، سوال بی سوال. ولی آخه خانم، خیلی آخه، چون همه تون عین همین، مردا همشون یه جورن، هیچکی هم حق نداره حرف بزنه. تو آخر عمرت که نمیتونی توی اتاق بمونی، میتونی؟ نه، بالاخره میای بیرون، اون وقته که پوستتو بکنن. خانم شما اصلا مثل که متوجه نیستی که تو خونه مردمی. بله بله خانم، شما همزمان وارد سه تا خونه شدیم. سه تا خونه، من تا وقتی که این توی این اتاق از اینجا تکون نمیخورم. خانم شما اون کارت بذار کنار، من خودم میارمش بیرون. کارت بذار کنار که فراریش بدید؟ فکر کردی آقا جون، فکر کردی؟ ببینید خانم، این مشکل شما هیچ ربطی به ما نداره، ما اصلا شوهر شما رو نمیشناسیم، آخه چرا باید سعی کنیم فراریش بدیم؟ مردا خوب بلدن کارهای همدیگه رو لاپوشونی کنن، خوب، ولی این بار خودم خدمتش میرسم، میکشمش. به عقل جنم نمیرسه اینجوری لو بری، نه؟ ولی لو رو مگه نمیبینی؟ با این اصلا نمیشه حرف زد، کاردم داره مسلحه. اصلا اینا کی هستن؟ خواهش میکنم شهر را اومد لگت زد در اومد تو من تو بچه تو را شدتی؟ برای ندادم که خودش میگم در اومد. بیا شما، گفتم یالا بیا بیرون. تو این خونه کسی نیست به داد من برسه. چرا؟ ولی این خانم نمیذاره. بابا یکی اون کار تو از اون زن بگیره. اگه راست میگی خودت بیا این کارو بکن. من؟ بله خودتون تشریف بیارید بیرون، تو کار دارم خدمت. خانم پت کلام داشته باشید، اون کارتو بدید به من. تکون نخور، از جد تکون بکنه از بسر نصفت میکنم. تا من حساب نرسیدم هیچکی از جاش تکون نمیخوره، فهمیدین؟ منی خانم این گروگانگیریه. اسمشو هر چی دوست دارین بذارید. تو رو خدا به دارم برسید. تا حالا موش نشده بودی توی همجین سوراخی گیر کنی، نه؟ بذار سر فرصت همه چی رو واسه توضیح میدم، باور کن جبران میکنم. خانم یه لحظه به حرفای من گوش بکن، ببین من چی میگم. من گوش نمی کنم. بذار من یک حرفی بزنم، اگر قانع نشدی برو بکشش، اعدامش بکن، هر کار دلت خواست بکن. بذار من حرفمو بزنم. از حالا گفته باشم من گول نمی خورم. خانم آروم بگو، بگو چی شده. چون چون بعد از 7 سال زندگی مشترک. گریه نکن شهلا، من نمیتونم گریه تو ببینم. بمیر. حرفتو بزن، چرا بمیره؟ بعد از 7 سال زندگی مشترک چی؟ چون بعد از 7 سال زندگی مشترک رفته دوباره زن گرفته. بیا شما دوباره زن گرفته؟ دوباره زن گرفته؟ آره ببین اون آجابی چون که بیشتر یک دفعه کنه یه جور ازش حرف من رو دیدم تو تنه افتاده. آره چه بدونم چی خبرش کرده، بیچاره شدم، دیدی چطوری بدبخت شدم. بابا تو که زن منو نمیشناسی، اون تا پوست سر منو نکنه ولکن نیست، خونه همسایه. اون تا 3 سال دیگه دم در این خونه اون ور برو نیست. بابا انگاری 7 سال زن من بوده، من میشناسمش.
ببین چی بهت میگم، تو نذار فقط کسی از این ماجرا بو ببره تا من ببینم چه خاکی به سرم میریزم، فهمیدی؟ آره. خب فعلا. به نظر من خانم شما بی خود داری خودتو عذاب میدیم، ولش کن به حال خودش. نگفتم همه تون هوای همدیگه رو داریم؟ باور کنید من اصلا قیافه شوهر شمارم ندیدم. من تو اون دستشوی خراب شده بودم که یهو شوهرتون سرشو انداخت پایین، اومد رفت تو اتاق من. سامانم شاهده مگه نه؟ این ندیده، منم ندیدم. اینقدر سریع اتفاق افتاد ندیدم. با این حال دارین ازش حمایت میکنید؟ گفته باشم و من با این حرفا خر نمیشه. ای 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 من ازش حمایت نمی کنم. من اگر شوهر شما رو قبلا می دیدم امکان نداشت اجازه بدم زن بگیرم، حتی بهش اجازه نمی دادم که با شما عروسی کنه. مگه من چمه؟ آو نه 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 جسارت نباشم، منظورم شخص شما نیست، من حرفم راجب نفس ازدواجه. مگه تو با ازدواج مخالفی؟ چه جورم؟ آدم عاقل که زن نیست. شوهرم نمی کنم. موافقم. ولی من مخالفم. بازم میگم اونو ولش کنین به حال خودش، اصلا از من میشنوین بدون هیچ حرف و نقلی، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده زندگیتونو بکنین. انگار نه انگار اتفاقی افتاده؟ یعنی شما میفرمایید بی هیچ مجازاتی؟ مجازات؟ اختیار دارین. مجازات کسی که دوتا زن میگیره اینه که دوتا مادر زن داره. مجازاتی از این بالاتر؟ ولی میدونی چیه؟ من هم ازدواج کردن و دوست دارم هم مادر زنم. میخواین چایتون رو براتون عوض کنم؟ چای داغ بیارم؟ نه خیر. پس میل بفرمایید. از من میشنوین اگه میخواین ازش انتقام بگیرین تشویقش کنین که یک زن دیگه هم بگیرم. یعنی سه تا؟ آره. کسی که سه تا زن داره بیچاره، یعنی سه تا مادر زن داره، اون وقت دنیاش میشه آخرت یزید. خدایا من چقدر بدبختم. ناشکر نکن دخترم، همه چیز حل میشه. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. بله خانم، به نظر من که شما وضعت از خیلی هم بهتره. مگه نه؟ والا چی بگم؟ نه دروغ میگم استاد، دروغ میگم. شما تو این وضعیت برهوت بیشوهری دست کم سه دنگ شوهر داریم. ما که تو این خونه بساز بفروشی سه نفری شریکیم، من استاد سامان. شما وضعت از ما خیلی بهتره. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوب است شما؟ خوب است. فکر کنم دوباره اشتباه من. بله. من فکر کنم که کلید آپارتمان شما کلید همون آپارتمانی که میتونه درشو باز کنه. بله. بله. خواهش می‌کنم. خانم فی. بله. می‌خواید من اصلا درو باز می‌ذارم؟ شما می‌دونین آپارتمانی که بازه درش مال ماست، اون که بسته است. بله. خواهش. مامان برگستوان بود. میشناسه؟ آه بیچاره شوهرش، چه ریختی با این زن زندگی. میگوشم تازه بریم پدر تو در میارم. نادر، نادری تو پیاز داغی رو افتاد. من نمیفهمم واقعا این احمق بعد من چرا باید بیاد تو رو بگیره. به خاطر همینم که شده من شکایت میکنم. خدا به داده این اوقات بسید فکرم که جرایی میکرد خاج بر سرش که همچی هوایی سر من آورده. خواهی درست صحبت کن. من هوا نیستم، خودت هوایی. من 7 ساله که همسرشم. غلط های زیادی. من 7 ساله زنشم.
یعنی از 76. من فروردین 76. بله بله دقیقاً از فروردین 76. با منم که فروردین ازدواج کرد. نه جون تو، ببین هر دو تامونو توی یه ماه گرفته. عجب جانوریه. با کی بودی؟ با شوهرتون. ببین آقا، حق نداری راجع به همسر من اینجوری صحبت کنی یا؟ نه به اون وقتی که میخواستی پوست از سرش بکنی، نه به اینکه حالا میخوای اسم شما نیاریم. ببینید آقا، این یک مسئله کاملا خانوادگیه. آها، خانوادگیه. بله، هم فامیلیه، هم خانوادگیه. خودمون بلدیم حلش کنیم. در ضمن هیچ کس حق نداره در مورد نادر من اینجوری صحبت کنه. شیفم شد؟ آه بیا شما. بله بله روشنه، روشنه. قانون، فقط قانون میتونه حق منو بگیره. همچین قانون قانون میکنه شیطونو میگه بذارم تو دهنش. ببینم شما چه روزی عقد کردین؟ 20 فروردین. 20 فروردین؟ با منم که 20 فروردین عروسی کرد. واقعا ببخشید، یه سوال برای من پیش اومد. شدم چند تا سوال میخوام ازتون بکنم. ببخشید ولی واقعا شوهر شما هنرمنده، چطور تونسته یه شب دو نفر عقد کنه وقتی که من 2.5 سال هنوز نتونستم یه نفر عقد کنم؟ اون زرنگه، تو خنگی. بله راست میگه. ببین عزیزم، من فعلا با شما کاری ندارم، ولی فکر نکن به همین آسونی میتونی از چنگم در بری. شما همینطور آبجی خانم. اجازه بدین اول برم خدمتتون برسم، بعد میرسم خدمت شما. سر فرصت پوست از سرتون میکنم. بریم بریم. ببین نادر جون، یا مثل بچه ی آدم در رو باز میکنی یا به هر قیمتی شده بازش میکنی. بله اگه بمیرم این در رو باز میکنم، حتی اگه 10 سالم طول بکشه. چی اگه 10 سال طول بکشه در باز نمیکنم؟ من اون تو 1000 تا کار دارم، بیا بیرون. شرمندم، من اون بیرون تأمین جونی ندارم. معلومه که تأمین جانی نداری، پس چی خیال کردی؟ خودم میکشمت. ببین نادر، پات برسه بیرون ریز ریزت میکنم. خدا به دادش برسه. تو ببین بفرما، هر کی زن بگیره آخر عاقبتش همینه. این دوتا نادر یا مثل بچه ی آدم پاتو میذاری بیرون یا چی؟ یا به زور میایم تو. بله، یا در رو باز میکنی یا این در رو میشکنیم به زور میایم تو. دیگه شورش رو در آوردین ها، همینجوری کلتون انداختی پایین اومدین تو خونه مردم. مثل گاب اتاقای مردم رو تصرف و عدوانی کردین، حالا میخواین اموال مردم رو تخریب کنین. شما دخالت نکن. بله، مسئله کاملا خونوادگیه. چی رو خانوادگیه؟ شما بی خود کردین مسائل خانوادگیتون، آوردین تو خونه مردم حل کنین. یا به زبون خوش بیاین بیرون و باربندیلتون رو جمع کنین برین، یا زنگ میزنم پلیس بیاد حسابتون رو برسه. پلیس؟ نه نه پلیس نه پلیس نه، تو رو خدا دیگه پای پلیس رو وسط نکشین. بیاین شما، پس بیا بیرون. باشه، اما فقط به یه شرط. شرط بی شرط. دیالا بیا بیرون. بیا بیرون. آقا تو رو خدا شما یه کاری بکنید، دستم به دومنتون. اگه میخواین من از این در بیام بیرون، اون دو تا زن رو از اینجا ببرین. بریم؟ آقا میگه بریم. تازه دستت رو شده نادر جون، بکنیم بریم. تو دادگاه نشونت میدم یه مماز چقدر کره میده. یه چیز ازش سوال بکنم خوب؟ خانم ممکنه واسه ما بگید بعد از 7 سال چطور شد که مچی گرفتین؟ آقا این نادر یک جونوریه که نگو. 7 سال آزگار روزگار منو سیاه کرده. من امروز داشتم اتفاقی گزارش تلویزیونی کلاهبرداری از هنرمندا رو میدیدم که یهو وسط جمعیت چشم افتاد به این نادر که دست تو دست این خانم سیاه‌سوخته داره میره سمت آپارتمان. آقا یهو شستم خبردار شد که ای دل غافل، چه نشستی که آقا بله، یک آشی برات بپزم، اونم آش ترخینه که یک وجب و نیم روغن روش باشه. شستتون خبردار شد؟ بله. همش تقصیر اون گزارشگر بود، زندگی منو سیاه کرد. من این حرف حالیم نیست، یا خودت با زبون خوش میای بیرون یا زنگ میزنم به پلیس. باشه باشه میام بیرون، فقط تو رو خدا دیگه پای پلیس وسط نکشین. آخه فکر آبرو منم بکنید، فقط بگین اونا کاری نداشته باشن. خانم
قول بدید که باش کاری نداشته باشید. قبوله، قول میدم. شنیدی؟ باشه باشه، قبوله. کاردبار که دستشون نیست. نه مسلح نیستن. بیا بیرون. آره بابا بیا بیرون، امنه امنه. دیالا تو پشیمون نشدن. نادر جان زود باش بیا، بچه ها تو خونه تنهان. بچه شکر میل فرمودین، مگه شما بچه هم دارید؟ بله، به کوری چشم حسود سه تا پسر. سه تا پسر؟ که گفتی سه تا پسر؟ نادر وای به حالت، میکشمت. واسه بچه های من ارز خور زیاد میکنی؟ آوچ، یعنی تو هم بچه داری؟ به کوری چشم آبجی خانم سه تا پسر کاکلزری هم من دارم. خانم شما که قول زنانه داده بودید که کاریش نداشته باشید. بله البته البته، ما قولمون قوله. آره فقط صبر کن تا موقعش برسه. بیا بیرون والا زنگ میزنم به صدا ده. باشه باشه اومدم. سلام. نه 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 قول دادیم. اصلا بهش نمیاد اینقدر جرأت داشته باشه. نادر جون کشتمت. دیگه به هیچ قیمتی در باز نمی کنیم. قبوله؟ قبوله. آخیش چه شانسی آوردیم که رفتن. خدایا این صدای چیه؟ خروب یعنی خروب استاده؟ آره این خروب استاده دیگه. من نمیدونم با این حرس همه سر صدا چطوری خوابش برده. نه تو حرفایی میزنی ها، اول خوابش برده بعد سر صدا شروع شده. حالا بعد چیکار کرد؟ بیدانش کن. نه خطرناکه. چرا؟ تو این سن سال ممکنه سکته کنه. وای پس چیکار کنیم؟ میترا میگفت باباش هر موقع خورو پف میکنه با اینجا شکرون میدن خوب میشه آروم میگیره میخواه. پس بیا شما. تو بیا شما. برو شما. خب شب بخیر سمی. شب بخیر. سر میز صبحونه میبینم. آب پرتقال یادت نره. شب بخیر. زنگ زدم. آره منم صدای زنگ شنیدم. زنگ زدم؟ نه کسی نیست. کسی نیست. شب بخیر. صبح میبینم. شب بخیر. شب بخیر. انگار بازم صدای زنگ اومد. آره فکر کنم کسی زنگ زد.
این کیه؟ از پشت شبیه نادره. بابای میتراس. نه 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 اصلا ببین انگار نه انگار که ما بیداریم. مگه ما بیداریم؟ نه خوابیم. خیلی خوب. خب بریم شب بزنیم. شب بلکن نیست. بازرگان بازرگان ببینم کیه. بله آقای شهرام شرفشاهی. بله خودم هستم. لطفا باز کنید، من از طرف صابر اومدم. صابر؟ چیزی نیست، مورد نداره. با کی کار داره؟ عبدوست نور. این وقت شب باز کنید تا توضیح بدم. زود باشی. بله بازرگان. چیزی نیست، غریبه نیست، آشنا نیست. بهتر تو بری بگی به خانم. شنبه خیر سن، صبح میبینم. معذرت میخوام، قرارمون ساعت 10 بود، اما بودن که یکم زودتر بیان بهتره. میشه یکم مرد حسابی، الان ساعت 3:30 صبح. باشه هر چی زودتر بهتر. نه دستیارتونه؟ آه نه 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 نه، یه دوسته که داشت میرفت بگیره بخوابه. مگه نه سامان جان؟ زودتر برو بگی بخواب تا صدای خور رو پپ استاد شروع نشده. این دوست من فردا فیلم برداری داره، باید گریمش کنم. گریمش کنی؟ شما بازیگرین؟ آقای لاله‌زار سلام، حالتون خوبه؟ من اینقدر اکثر شما رو تو خیابون دوست دارم، همیشه دلم میخواست یه دونه از اون کچل بارش. برو بگیم بخواب دیگه. شب بخیر، صبح میبینم ات. خوش باید. آخه این وقت شب موقع اومدنه؟ عجب آدم بیفکری هستین. باید ببخشین، خیلی نگرانم، هر کاری کردم خوابم نبود. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا آروم و بی سر و صدا دنبال من بیا. بیا شما. سلام استاد، صبح بخیر. سلام. این چه سرت گذاشتی؟ مسخره شدی؟ اصلا گیریم استاد، قد خنده دار شدی با این رو سرید. بیا شما. ببینم این کی بود؟ همون بازیگر هستی، گیریمش کردم بره سر صحنه. کی اومد بود که تو حالا کار داشت؟ 3:30 صبح. 3:30 صبح؟ کار هنره دیگه استاد، شب و روز نمیشناسه، شما که خودتون بهتر میدونی. من از کجا میدونم؟ بیا شما. چی شده؟ یکی تو همومه. همون یارو دیشبی هستی. ولی یکی دیگه بود. براش کلاگیس گذاشتن. به شما یاد ندادن اول در بزنید. سلام. با این جرأت میخوای زن بگیری؟ ببین چای حاضره، برو چای بریز واسه شهرام و مهمونش، منم میرم نون بخرم بیام یه صابونه بخوریم. بیا شما. استاد رجب به بس. سلام آقای پیرگوش. سلام آقای همسایه، چه صبح قشنگه. بله صبح قشنگه، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، تشکر. خانواده خوب هستن؟ خوب هستن، مرسی. ببینم
شما میخواید بریم ورزش؟ من نه، باید برم دانشگاه، خیلی دیرم شده. آه بر راستی برگستوان چطوره؟ او خوبه، خیلی عالیه. شیرش دادم، پوشکیچم کردم، با خیلی راحت دارم میرم. حال ببینم زبون باز کرده؟ زبون نه، یکم یعنی عبا میکنه. بله. حالا چه عجله دادی؟ خیلی دیرم شده. سب کنه، الان آسانسور میاد، بینیم پایین. آخه دلتونم میخواد با پله بدید بینیم پایین؟ نه دیگه شما. رفت؟ آره، پر کشید و رفت. چایی آوردم براش. بیه شما، ایو نداره، خودم جفتشو میخورم. بفرمی. دستت درد نکن. به به، چه رنگی، چه عطری، آدم میمیره براش. بله؟ اجازه هست؟ آه البته، بیا شما. این چیه؟ آه، یه مدرک بین المللیه. مال گیریم؟ صافه؟ چپش یه ذره پایین، نه راست، حالا بالا بالا حالا پایین، چپ بده پایین. بلم کن. چینیه؟ ژاپنیه. اینو از دانشگاه یوکوهامای ژاپن گرفتم. اینجا رو بخون. نوشته؟ بدین وسیله گواهی می شود که آقای شهرام شرفشاهی در امتحانات عالی این کالج با رتبه اول، این اوله ببین، با رتبه اول فارغ التحصیل شدن. رتبه اول؟ آفر. بچه من همیشه گفتم اگر کسی میخواد در زندگی پیشرفت کنه حتما باید یه سری بره ژاپن، اونم تو کار سینما. جدی میگی؟ شوخی که نداریم. ببینم، تو گفتی که دانشجوی چه رشته‌ای هستی؟ بازیگری. آفرین، آفرین. تو به عنوان یک دانشجوی بازیگری چقدر از سینمای ژاپن اطلاعات داری؟ البته سینمای کروساوا اوزو رو خیلی دوست دارم، همه فیلماشو دیدم، ولی خب چند وقتی یکی از استادامون یه جلسه نقد و بررسی گوش راجع به یکی از سناریوهای میشیما که گفت یه داستان کوتاه بود البته، بعد بچه‌ها گفتن که آقا اینو ببین. یعنی تو می‌خوای بگی که بدون دیدن سریال‌های جدید ژاپنی توقع داری بازیگر بشیم؟ حاضرم شرط ببندم که اون پدر خدا بیامرزتم عین خودت بودم. اگه در اون 70 سال عمرش 4 تا فیلم به درد بخور ژاپنی دیده بود یا روی سینمای ژاپن کار کرده بود، حتما در طول این 70 سال یک نقش یک بهش پیشنهاد میکردن. آره پسر جون، باید روی بازیگرای جدیدشون کار کنی. دیگه دوران توشیرو میفونوی حرف گذشته، حالا نوبت اوشین و هانیکو و ریوزاست. باید روی این بازیگرها کار کنی. منم بهت کمک میکنم، باشه؟ اگه زرنگ باشی کارتو ردیف میکنم، یه سر بری ژاپن توی فیلمای جدیدشون بازی کنی، نقش یک. جدی میگی؟ شوخی که نداریم، گوش مکن باشه؟
استاد بزرگی هستی. نه این حرفت چیم بسن؟ من قلام میکنم. چای میخوریم؟ نسکافه. ناکاتا ناکاتا نوکرتم دوست دارم. شما دعوا میکنید. خیلی خوب تو هم هی بجونه هم میپرن کار خوب میکنی. خب خسته این دیشب رسو بالا سر سر میدار بودم. آقا شهرام، آقا شهرام. بله چه خبره سامان؟ اینجا چرا اینقدر سر و صدا است؟ شما ها چی کار میکنید؟ خدای من پلیس. سامان اینجا چه خبره؟ دوتا پرستار اومده بودن سر پای نادر رو گرفته بودن، این فرغون میبردنش بالا. اینقدر بامزه بود، دوتا زناش هم بودن، پلیس با اونا بود. حقشه پس حسابی خدمتش رسیدن. ها نیا خونم مورد تو خالتون. سلام آقا، صبح بخیر. سلام آقا، صبح بخیر. خسته نباشید. درو از پاشنه در آوردی، قربونت برم. سلامت باشید. ماهیانه برو بریم زحمت سر باز بده ما بریم. بله ماهیانه قربونت برم. ما فقط یه شمه که اینجا خوابیدیم، بزن قلعا یه ماه بشه چشم. فرمایش میکنی آقا. یک ماه اولا که تا یک ماه معلومش کی مرده است کی زنده است. ما دیشب چهار تا زبالنج بودیم، چهار بله؟ تا کامیون زبالنج بردیم. چقدر این چهره برام آشناست. پول بیا برام. شبیه دستیار کار آقا علوی هستین شما. آقا جون پول بده ما ببینیم. ماهیانه مولا بده. بسیار خوب، خسته نباشیم نارنجی. سلامت باشی، قربونت برم. قربونت برم نارنجی. بیا دست درم. خدا بشیم. قربونت برم. بیا شما، بیا شما. سرکار بگیرش. من تسلیمم، همه چی اعتراف میکنم، سوگند میخورم جز حقیقت هیچ چی رو نگویم. اونا ول کن. سلام حسین. منو چیکار؟ بیا بیرون. من نامم اینو به من کرده میزنی؟ به حریم خانواده من میخوای دخالت کنی؟ نه غلط میکنم، غلط میکنم. بگو شما میه شما چایی در خدمت باشیم. خدای من. استاد
استاد.